صدای باد شب و صدای باد خون است از گلای سرگردونم فکر اینم که چجوری میتونم تو دوباره برگردونم منم با خودت ببر خاطراتش دوره کردنم تنها تو صبح قدم میزنم فکر توی کردنم کنارشون اینه نگام به دوربینه فیلم و عکسامو نگاه میکنم که این شبایشون میره تو هم بار کن بخم به گریان بار کن بیدفا با نرفی بزن نه نگاه توی چشمام کن دوباره برگرد نمیشه روزا رو برکرد دوباره برگرد دوباره عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما دانش آموزای عزیز، اولیای محترم، آگاه و دوراندیش. خوشحالم که امروز در آخرین کارگاه سال 1400 در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که بهترین ها رو امروز با هم داشته باشیم. یک کارگاه بسیار بسیار خوب در کنار خانواده های محترم که قطعا و یقینا به اتفاقات خوبی با هم دیگه خواهیم رسید. این آخرین دوباره برگرد ماست دیگه. ما بعد از عید چیزی به نام دوباره برگرد نخواهیم داشت، چون عملا اگرم کسی برگرده واقعا اتفاق خاصی رقم نمیخوره. امیدوارم حال و انرژیاتون عالی باشه، درجه یک باشه و خیلی 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 آماده برای آغاز سال 1401 که بهترین ها رو با هم دیگه انشاءالله رقم بزنیم در اردوهای نوروزی حضوری و آنلاین که یقینا و قطعا امسال با شکوه تر، علمی تر، کاربردی تر، انگیزشی تر، پرهیجان تر از سالهای قبل برگزار خواهد شد، با این استقبال بسیار بسیار بی نظیری که از طرف شما عزیزان شده. این یک هفته رو هم سپری بکنید که انشاءالله در آغاز سال 1401 با اردو کار رو خیلی قشنگ، عالی و درجه یک جلو ببریم. امیدوارم انرژیاتون عالی باشه، حس و حالاتون فوق‌العاده باشه و آماده باشین برای آخرین کارگاه 1400، برای ساختن یک 1401 طوفانی درجه یک و ناب. مطمئنم در کارگاه امروز میتونه به خیلی ها کمک بکنه که راه خودشون رو در این مدتی که تا نوروز باقی مونده و از عید تا جلسه بعدی کارگاه ما بتونیم اتفاقای خوبی رو با هم داشته باشیم. خیلی از من سوال میپرسید که آقا
اردو آیا واجبه که بیایم؟ من اگر خواهر خودم باشه، برادر خودم باشه، میگم ببین دو تا اردو داریم، حضوری و آنلاین، حتما و حتما یکیشو سعی کن بیای که بتونی استفاده درستی از تعطیلات نوروز و این بازی که متاسفانه وقفه میفته، کلاس‌ها تعطیله، مدارس تعطیله، آموزشگاه‌ها تعطیله، کتابخونه‌ها تعطیله، پدر و مادرها تعطیلن داخل منزل هستن، بتونی استفاده بکنی. اردو واجب ترین اتفاقیه که تو میتونی در نوروز خودت داشته باشی. هزینه اردوی آنلاین هم خیلی 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 پایین قرار داده کلاس اینو که همه بتونن استفاده بکنن، همه دانش آموزا با هر شرایطی بتونن از این فرایندی که ما بسیار ناب‌طراحی کردیم استفاده بکنن. بچه‌ای که تو این اواخر به طرح TNT ما اضافه شدن خودشون میدونن و یقین دارن که تو همین مدت یک ماه و یک هفته که ما پیش بردیم خیلی خوب پیشرفت کردن، خیلی عالی رشد کردن و اون فقط 20% اردوی آنلاینه. اردوی آنلاین اتفاق متفاوته. خیلی هم میگن اردوی آنلاین اصلا به چه درد میخوره؟ کارگاه مشاوره به چه درد میخوره؟ اگه تو الان اینجایی و داری تصویر و صدای من رو میبینی و میشنوی، پس بدون اردو آنلاین هم به دردت میخوره. یقین داشته باش اردو آنلاین هم به دردت میخوره، چون اگر کارگاه های مشاوره ایمون برات مفید نبود، تو قطعا و یقینا امروز اینجا نبودی. ما در طرح اردوی آنلاین روزی 30 کارگاه با هم داریم در 30 شب فروردین. 30 تا کارگاه با هم داریم در 30 شب فروردین، یعنی ما هر روز با هم کارگاه خواهیم داشت. حالا این کارگاه یا صبح خواهد بود یا ظهر خواهد بود یا شب، که بتونم بالا سرت باشم، مداوم انگیزه بدم، روحیه بدم، برنامه بدم، راهکار بدم، ایده های خوب بدم برای پیشرفتت، تا بتونی یک ماه که دیگه آخرین ماه عملا مطالعاتی شما به حساب میاد، که اگر واقعا قدر جسورانه ناب و خاص کار بکنی، تو همین یک ماه فروردین میتونی شما به سادگی کل دهم و یازدهمت رو 3 دور حداقل مطالعه داشته باشی، اگر در فرایند اردوی آنلاین به حرف من گوش بدی. اون دستی از بچه ها که اردوی حضوری هستن، لطفاً در PB در دایرکت سوال نپرسید. همه جزئیات 27 اسفند ما در کانال تلگرام پیشتازان به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید. محل خوابگاه یک محل بسیار بسیار امن، جوری که من اگر ناموس خودم میخواد داخل اون خوابگاه استراحت بکنه و شب بخوابه، امنیت کامل از هر جهت داشته باشه. ما در انتخاب خوابگاه اولین دغدغه‌مون بحث امنیت اون خوابگاه، انتظامات اون خوابگاه و خیال جمعی خودم و پدر و مادرهای عزیزتون که اعتماد کردن و امانت زندگیشون رو میخوان 11 روز به دست بنده بسپرن، عالیه از هر نظر. پس نگران این موضوع نباشید که خیلی سوال میپرسید، خیلی خانواده ها بعضن نگرانن. محل اردوی نوروزی ما منتظریم ظرفیت بسته بشه، تعداد مشخص بشه، که بتونیم در واقع انشاءالله مکان دقیق و کامل و لوکیشن اردوی نوروزی رو به سمع نظرتون برسونیم. دوستانی که دارن از شهرستان تشریف میارن هم در نظر داشته باشن از 1 فروردین ظهر به بعد خوابگاه آمادگی پذیرش رو داره. پس نگران نباش، دغدغه نداشته باش، دغدغه تو دغدغه منم هست و 12 سال برگزاری ایونت نوروزی به من این تجربه رو داده که به جزئیات و حتی مسائلی که تو فکر نمی کنی هم من فکر بکنم. چه لوازمی با خودمون بیاریم و خواهم گفت، چه کتابهای نیازه، چه منابع نیازه، داخل پست آخر اینستاگرام که به صورت لایو برگزار شد کامل و مفصل گفتم. اگر ندیدی حتما برو ببین که منابع و ابزارهایی که ما در دوران نوروز چه اردوی حضوری چه اردوی آنلاین نیاز داریم بتونیم به همراه خودت داشته باشی. آقا ما باید اردو بیایم؟ من صلاح میدونم به عنوان مشاور، به عنوان مربی، به عنوان کسی که جامعه بالای دانش آموزی رو سالها هدایت، مشاوره، راهنمایی و مربیگری کردم، اردو رو سعی کن حتما بیای. یعنی واجب ترین اتفاقی که تو از اینجا تا کنکور خودت داری قطعا و یقینا اردوه. اردو از هر چیزی برات واجب تره، چون اگر تو یک ماه فروردین از دست بدی، هر چقدرم بعدش بخونی، هزاران هزار معلم خصوصی هم میان تو خونه بهترین ها رو به تو بگن،
ولی تو ثمره ای نخواهی برد و اتفاقی برات نخواهد افتاد، چون عیدو از دست دادی و از نظر روحی نابود شدی. اینو توجه بکنید بچه‌ها. خیلی وقتا میبینم پدر مادرها میگن بابا اردو به درد نمیخوره، بخوای بخونی خودت میخونی دیگه. این پدر مادرها همون دقیقاً پدر مادرهایی هستن که من یقین دارم صبح 14 فروردین به من در واتساپ پیام خواهند داد که آقای اخشالیان این عیدو از دست داد، تو رو خدا کمکش کنید درست کنه، و اون موقع با یک پیامی مواجه خواهند شد که اگر عیدو از دست داد دیگه کاری نمیتونه بکنه، فقط میتونه آبرومندانه کنکورش رو به اتمام برسونه. 2.5 ماه بالاخره بعد از عید وقت داره، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که آبرومندانه این مسیر رو به اتمام برسونه. اردو برای 12 ها به شدت واجبه، چون 12 های ما خرداد رو درگیر امتحانات نهایی میشن و خواه ناخواه همونطور که تو دی رفتن مدرسه و امتحان و به هر شکلی که یادت باشه اتفاق افتاد، در خرداد این قضیه حادتر، کل کتاب نهایی نسبت به طراح سوال شناخت نداری، خیلی باید بیشتر مطالعه بکنی، چون اگر خدایی نکرده نمره کم بشی، حتی اگر دانشگاه هم قبول بشی، امکان ثبت نام در دانشگاه رو نخواهی داشت. پس 12 ها اردو رو به شدت جدی بگیرن، از این جهت که 1 ماه کمتر از فارغ التحصیلا وقت دارن، یعنی اون 1 ماهی که فارغ التحصیل داره آزمون میزنه، به هر حال خواه ناخواه ذهن تو درگیر امتحان نهایی خواهد شد. هر چقدر ما بگیم نمرهشو در حد 10 بگیر 11 بگیر، ولی تو به هر حال اول و آخر درگیر اون فرایند امتحان دادنه خواهی شد. پس این موضوع رو دقت کن، این موضوع رو بهش توجه کن که انشالله بتونی به اتفاقات خوب ناب و درجه 1 رو در سال 401 برسیم. پس 12 هایی که از من سوال میپرسین که آیا ما اردوی آنلاین شرکت بکنیم یا خیر، بهتون توصیه میکنم حتما 12 ها اردوی آنلاین یا حضوری رو شرکت بکنید. اردو آنلاین هم بارها و بارها توضیح دادیم، اگر میخوای ثبت نام کنید به خود من پیام نده برای اردوی آنلاین. برای اردوی آنلاین فقط با شماره کلاسینو 021-912-80-20، فقط با همین شماره تماس بگیر، فقط با همین شماره تماس بگیر و کار ثبت نامتو انجام بده. از یه تعدادی هم بیشتر بشه، واقعا تیم ما قابلیت پاسخ‌دهی و ساپورت شما رو در نوروز نخواهد داشت و قطعا ظرفیت رو خواهیم بست. اینی که در اردوی آنلاین چه اتفاقی میفته، آیا به درد میخوره یا نه، اولین اردوی آنلاین پیشنهاد شخص بنده بود در مجموعه، در مدتی که کرونا اومد، در شرایطی که خیلی حاد بود در اسفند ماه 3 پیش خاطرتون باشه، که اومدیم این پیشنهاد رو دادیم و خیلی اتفاقای خوبی افتاد، خیلی اتفاقای خوبی افتاد و همین مسیر ادامه پیدا کرد. سال قبل به نتایج بهتری نسبت به سال اولش رسید و امسال هم به اوج پختگی میرسه. پس اگر حضوری میتونی بیای، از نظر مالی برات مقدور هست که فبه المراد، اگر مقدور نیست سعی کن حتما آنلاینو باشی. یه سوال، آیا به شاگردایی که شاگرد خودتونن در اردو شرکت نکنن استاد برنامه نخواهید داد؟ چرا؟ ما به همه بچه ها بدون استثنا برنامه خواهیم داد، ولی ضمانت اجرای برنامه توسط تو چقدره؟ ضمانت اجرای برنامه توسط تو چقدره؟ من متعهدم به تو تا شب کنکور ساپورتت کنم، بهت برنامه بدم و قطعاًم طی این هفته برنامه عید رو 2 هفته تنظیم خواهم کرد، برات خواهم فرستاد. ولی مسئله اینجا ضمانت اجراییش چی میشه؟ من میخوام تو بازدهیت بیاد بالاتر، راندمانت بیاد بالاتر، ارتباطمون با هم در دوران بحرانی و طلایی نوروز با هم بیشتر بشه، هر روز 1 ساعت کارگاه رو با هم در ارتباط باشیم، هر روز گزارشکارهای متداوم ازت گرفته بشه، هر روز آزمونی که این بار شرکت بکنی. خیلیاتون تو طرح پروفشنال بودید، ما آزمون گرفتیم ولی بی‌توجه از کنار آزمون رد شدی، ولی این بار بیای تو فرایند و سعی کنی هر شب تو اون آزمونه، هر صبح تو آزمونه شرکت کنی، با خانوادت کارگاه ها رو بشنی ببینی، بتونی خودت رو رشد بدی. اگر میخوای نخونی اردو هم ثبت نام نکن، بذار کنار. اینو خواهشان حواست باشه. آقا اردو آنلاین هزینش چقدره؟ خیلی این سوال رو میپرسید. اردوی آنلاین کلن هزینش 1,000,000 تومانه، یعنی واقعا هزینه از این بسیار بسیار کمیه. برای 1 ماه خدمات حرفه‌ای، 1 ماه تو 30 ساعت
مشاوره با خود من داری، بهت راهکار میدم، نکته میگم، تکنیک میگم، انگیزه میدم، حال خوب میدم، انرژی خوب میدم، با هم در ارتباطیم. بچه‌هایی که سال قبل تو همین سیستم اردوی آنلاین موفق شدن میان به کمکت، همه جوره ساپورتت میکنن، تیم رفع اشکال داری، بچه‌ها میان واسه رفع اشکال میکنن که بتونیم سرعت عمل تو، دقت تو، تمرکز تو، انرژی تو در بالاترین سطح ممکن باشه. پس این واقعا بیخردانه ترین سوال ممکنه، اردو آنلاینش مگه به درد میخوره؟ ببین من گفتم اگر حضوری برات مقدوره حضوری بیا، ولی اگر مقدور نیست رها نشو به حال خودت در نوروز. آیا در عید وقت میکنید گزارش کار چک بکنید؟ خب مسلما خیر. عید فرض کن ما اصلا اردو نداشتیم، مگه پدر شما مادر شما اگر کارمنده اگر شاغله در نوروز خودش استراحت نمیکنه؟ در نوروز خودش استراحت نمیکنه. ای دوران تعطیلات هر آدمیه، از کارمند و کارگر گرفته تا برو در واقع شغل های مشابه. پس ما برنامه نوروزی به تمام شاگردامون، چه در حد طرح اسمارت، چه در طرح پروفشنال، سایر طرح قبل از عید بنده خواهم داد. این برنامه رو میری اجرا میکنی، ارتباط بعدی ما انشالله میشه بعد از اتمام تعطیلات نوروز، چون اردوی حضوری خیلی وقت منو میگیره، خیلی تایم از بنده میگیره، چون بالاخره خودم فول تایم بالا سر بچه ها هستم، از اون طرف آنلاین هم باید ساپورت بکنیم. واقعا وقت نمیشه که بیام دوباره گزارش کار چک کردن و اینجور برنامه ها رو داشته باشیم. حتی من به بچه های حضوریم هم دیشب پیام دادم که آقا دیگه از اینجا به بعد حضوری ها که دیگه برنامه رو گرفتن و همه بچه های مشاوره حضوری ما جز حالا یه 4-5 نفری همه در اردوی حضوریمون هم شرکت میکنن. گفتم یه گزارش نمیخواد بدی تا بعد از انشالله تعطیلات نوروزی. پس برنامه داده میشه، نگران نباش، ولی با اینکه برنامه بهت میدم، بهت توصیه میکنم بیای در فرآیند اردوی آنلاین قرار بگیری، چون من میدونم صبح 14 فروردین وقتی واتساپمو چک بکنم حداقل 100 تا مادر پیام خواهند داد که عیدو خراب کرد، ای کاش به حرفتون گوش داده بودیم. و وقتی تجربه میگه اردو بیا، اردو رو اومده بود و به حال خودش این مدلی رها نمیشد. یه چیزی هم خوب دقت کن، تو ناخودآگاه ذهنت، خب ناخودآگاه ذهنت وقتی اردو ثبت نام میکنی، خودتو اصلا من به کنار، خودتو ملزم میکنی که من باید درس بخونم. چرا؟ اونی که واسهش 1,000,000 زیاده و سخته، که من بعید میدونم واقعا 1,000,000 تومان پول مثلا 3 کتاب میشه، 4 کتاب میشه. اون آدمی که میگه 1,000,000 واسه من زیاده، اون آدم احتمالاً در خودش نمیبینه که درس بخونه. و اگه واسط زیاده، وقتی ثبت نام میکنی ناخودآگاه خودتو ملزم میکنی، حالا که پول دادم پس بذار استفاده بکنم، بذار کار بکنم، بذار انرژی بذارم، بذار نتیجه بگیرم از کاری که واردش شدم، لااقل پولم سوخت نشه. یه نفر ممکنه مثلا 1,000,000 تومان باباش خیلی شغلت می کارمند خوب باشه، مثلا ما 10 تومن حقوق بگیره، ولی 1,000,000 تومن خیلی اتفاق عجیب غریبی نمیفته براش. اون ممکنه بگه من واسم مهم نیست مثلا، ولی دارم بهت میگم اگه واقعا نمیخوای بخونی هم نیا، چون واقعا کسی که نمیخواد بخونه اردو آنلاین هم به دردش نمیخوره. ولی اگه تو 7 ساعت میخونی، 6 ساعت میخونی، من یقین دارم اگر در اردو آنلاین دستتو بذاری تو دست من، من مطمئنم 6-7 تا میتونیم به کمک هم به 14 برسونیم، اگر تا آدم حرف گوش کنی باشی. اگر نه بعضی از آدم های چموشی هستن، اگه چموشی یا حرف گوش نکنی یا ساز خودتو میزنی یا ناز و ادا اصول و یه سری داستانه این مدل، نه اردو آنلاین هم بیاییم. مثلا ما میگیم آقا تو باید 6 صبح 6:30 بیدار بشی، قبل 7 باید بیدار بشی. خب تو بابات مامانت تو خونه نمیتونن از خواب بیدارت کنن، خب بابا مامانت نمیتونن. مثلا ما سال گذشته اومدیم تو اردو یه قولی به بچه ها دادیم، گفتیم آقا هر کس اردو آنلاین ثبت نام میکنه ما شروع میکنیم زنگ زدن و بیدار کردن. دستیارایی که دستیار من در اردوی حضوری بودن، خوب دقت کن، در اردوی حضوری بودن، می نشستن روبروی من شروع میکردن زنگ زدن، زنگ زدن یارو مادرش پنج آقا این زنگش پشتیبان رو جواب داد، مثلا خانم دکتر پهلوانزاده بهش زنگ زد گوشی رو جواب داد، گرفت دوباره خوابید. ببین کسی که بخواد بخوابه مثلا ادا اصول این که زنگ بزنیم بیدار کنیم مثلا تو مغزم نمی گنجه. کسی که بخواد بخوابه پدر و مادر تو خونن مدام با زبونهای جذابشون حرف میزنن، اون آدمه رو بلندش نمی کنن. حالا ما بیایم با تلفن یارو رو بیدار کنیم، هر کس هم اون لحظه تلفن، ما دنبال کار نمایشی در اردوی آنلاین نیستیم، چون یه آزمون خطاها رو کردیم. هر راهی که بقیه امروز میرن یخچالی هم قبل ترش رفته،
ما طرح مانیتورینگ رو اضافه کردیم که مانیتورینگ اختیاریه. بعضیا گفتن ما راحت نیستیم مثلا با حجاب جلوی دوربین بشینیم. گفتیم اوکی، طرح مانیتورینگ ما در اردوی آنلاین یک اتفاق کاملا اختیاریه. دوست داری مانیتورینگی، یعنی چکت میکنیم، نظر میکنیم بلند شدی رفتی، ولی یه سوالی آدم بلند شد رفت، یه بار تذکر میدی، دو بار بخواد بره که کارش نمیشه کرد. ولی ما میخوایم هممون یه جوری توی چارچوب قرار بگیریم، توی اتفاق خوب قرار بگیریم که بتونیم از این فرایندی که انشالله امسال ویژه تر در خدمت شما هستیم بتونیم نتیجه بهتری هم کسب بکنیم. پس این موضوع رو لطفا بهش توجه کن، لطفا بهش دقت کن. اگر واقعا به خونش هستی، آقا تجربی پزشکی دندون دارو به کارت میاد، به دردت میخوره، دوست داری، علاقه داری، بسم الله. ریاضی هستی شریف تهران امیرکبیر، دوست داری، بسم الله. انسانی هستی تهران بهشتی علامه طباطبایی، دوست داری، بسم الله. بیا با ما همراهی کن. یه چیزی هم بهت بگم، یه فرایند جذاب من طی روزهای آتی در اینستاگرام خواهم داشت در ارتباط با همون کلاک 25 که آغاز کردیم و چقدر نتایج خوب و جذابی با هم دیگه گرفتیم و چقدر شما عالی دارید کار میکنید و چقدر یه دسته پایبندن هر روز، ادبیات سر جاشه، زبانه سر جاشه، اون اصول و رفتارهایی که گفتم در لایف استایل قرار بده داره رعایت میکنه و داره خوب پیش میره. یه اتفاق جذابتر هم با هم خواهیم داشت که در اینستاگرام تا روز نوروز انشالله به سمع و نظر شما خواهد رسید که بتونید تا هم استفاده خوب ببری و به نتایج خوب انشالله به حول قوه الهی با همدیگه برسیم. این از فرایندی که گفتم بهتون. فقط اگر اردوی آنلاین میخواید فقط همین شماره. اردوی حضوری هم در معرض پر شدنه. نیای بعدش بگی خب آقا یه نفر اضافه تر جا بده، من شاگرد پروفشنال خودتون بودم، من شاگرد اسمارت خودتون بودم، من قضیه‌ام با بقیه فرق داره دیگه، پر بشه. واقعا ما لیستو که به دانشگاه ارائه بدیم که احتمالاً شنبه و یک شنبه ارائه خواهیم داد دیگه واقعا کارش نمیشه که، چون بحث حراست و انتظامات و اینجور برنامه هاست که اونم پدر و مادرهایی که وزارت علومی هستن بهتر در جریان این مسائل قرار دارن. پس اینو خواهشان توجه کن، اردوی آنلاین از 2 فروردین شروع میشه تا 31 فروردین، 2 فروردین تا 31 فروردین. به یک اتفاق خوبه، یعنی من بهت قول میدم، چون اونی که حضوری میاد، چون اونی که آنلاین میاد، روز آخر اردو مثل همین استوری ها تو هایلایت پیج اینستاگرام من بری، توی هایلایت ها گذاشتم آدمایی که خودشون اون کلیپ رو ضبط میکردن که پایان اردو نظرشون راجع به اردو بگن، همین الان بری تو استوری ها چک بکنی هست. خودش فکر نمیکرد روزی پزشک بشه ولی شد. خودش فکر نمیکرد بشه ولی شد. امروز میخوایم برنامه نوروزی رو هم توضیح بدیم که اون دوستانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و سازمان بهزیستی هستن و خب به دلیل شرایط حاد مالی نمیتونن در واقع در اردوی آنلاین هم شرکت بکنن، بتونن از خدمات رایگان ما که در این کارگاه گفته میشه استفاده بکنن. ضمناً کارگاه‌های اردو آنلاین هم رایگان نیست. بعضی از دوستان این سوالو میپرسن، آیا واسه 11می‌ها 10می‌ها هم اردو خوبه؟ من بهت توصیه میکنم شرکت بکنی، اتفاق جذابیه، اتفاق جذابیه. قربونت برم، بلیت نیست واسه دوم، شما از یکم میتونی وارد خوابگاه بشی. ما از یکم ظهر به بعد خوابگاهو باز گذاشتیم. بچه‌هایی هم که مشاورشون شما نیستید میتونید شرکت کنن. بله، من خیلی شاگرد تازه نفس از 2 فروردین هر ساله بدون استثنا به جمع ما اضافه شدن، اومدن کار کردن، زحمت کشن و نتایج خوبی گرفتن. آره، میتونی شما هم که شاگرد من نیستی بیا. مشاوره TNT فردا به اونایی که تازه ثبت نام کردن زنگ زده خواهد شد. آیا واسه صفرها هم اردوی آنلاین به درد میخوره؟ به درد 5 دسته آدم اردوی آنلاین میخوره. صفر و آدمهایی که از درس فاصله داشتند، برای اینکه بازیابی بکنن، برگردن به بازی و شروع بکنن به مطالعه و بتونن یه سری مباحث رو در اردو جمع بکنن. دسته دوم دسته‌ای که متوسط عمل کردن و این متوسطه یه وقتایی رو به پایین بوده، یه وقتایی رو به بالا بوده، ولی در هر حال امروز از خودش رضایت مطلوبی نداره. دسته سوم دسته‌ای که خوب خوندن، خیلی اوکی جلو اومدن، تراز مثلا 6000 قلمچی داره، به درد این دسته هم میخوره. دسته چهارم دسته ان که خیلی خوب خوندن ولی دچار کاهش انگیزه شدن. و دسته آخر دسته که تا الان عالی خوندن، همه چیزشون روتین بوده و خوب جلو اومده، برای اینکه از نظر اعتماد به نفس و
رفتارهای درست بعد از عید جهت رتبه سازی بتونیم با هم کار بکنیم، من توصیه میکنم اونها هم شرکت بکنن، هم دهمی ها، هم یازدهمی ها، هم دوازدهمی ها. در رشته ریاضی، تجربی، انسانی، هنر، زبان میتونی در اردوی آنلاین نوروزیمون شرکت بکنی، در اردوی حضوریمون میتونی شرکت بکنی. بستر اردوی آنلاین کجاست؟ بستر اردوی آنلاین در واقع در سایت کلاسینو و بستر اسکای روم خواهد بود، چون بعدش هم من اردو رو علل قاعده باید تا 12 فروردین ما ادامه میدادیم آنلاین رو، ولی به هر حال چون بچه‌ای که آنلاین ثبت نام کردن یکی از دغدغه هاشون مسئله مالی بوده، گفتیم یه حرکتی بزنیم حالا دستمون بازه بتونیم از 13 فروردین ما بستر اردوی آنلاین رو ببریم در بستر اسکای روم که بتونیم تا 31 فروردین ارائه بدیم که بتونیم قشنگ پایه ها رو جمع بکنیم. چه کتابایی واسه اردو آنلاین نیاز داریم در پست آخر که به صورت لایف هست در اینستاگرام کاملا توضیح داده شده. بچه ها رو چطور دسته‌بندی میکنید با توجه به سوالات و پرسشنامه‌ای که داریم، بچه ها رو دسته‌بندی میکنیم که با اون روند پیش بریم. مشاور من برنامه واسه ایک نداده، میتونم اردو آنلاین شما رو بیام؟ ببین هر کس هر مشاور دیگه ای هم رفته آخر سر خونه امیدش اینجا بوده، اینو با مدرک، سند، نتایج و مخاطبین خودم دارم ثابت میکنم. کارگاه ما الان رایگان، کافی روی آپارات ببینی و در کل سیستم ایران، کل مشاورهای ایران ببینی ویو و بازدید کدوم مشاور در ایران امروز بالاتره. و خب مسلماً بچه های نسل شما به خصوص که تو فضای آنلاین آشنا شدید آدم های باهوشی هستید، اعتمادتون بیجا نیست و اعتمادتون بیمورد نیست. آیا منحصراً زبانم میتونن شرکت کنن؟ بله. آیا کلاس هامون رو اونایی که TNT ثبت نام کردیم یا کلاس های نوبان یا کلاس های مردادمون رو داخل برنامه اردو قرار میدید؟ بله قرار میدیم. دیگه کارگاه های امروز چرا رایگان؟ کارگاه های جمعه ها، کارگاه های جمعه ها به مدد این که کلاسینو ارتباطاتی با کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی داره برای استفاده همگان از بستر آموزش و مشاوره درست، ما جمعه ها رو با تصمیمی که با مدیریت مجموعه کلاسینو آقای مهندس عرب شاهی و آقای مهدی غلامرضایی گرفتیم، بر این بوده که رایگان باشه، دستی بیان استفاده بکنن. یه کار دلی بوده در راستای افزایش عدالت آموزشی در سراسر کشور. ما چون خیلی بچه داشتیم صرفا از همین کارگاه ها، والله و بالله قسم جلاله میخورم، پارسال 3-4 تا رتبه 2 رقمی کنکور اعلام کردن. آقا ما شرایط حاد مالی داشتیم، کتابم هرچی داشتیم فقط قلمچی و 3 سطحی بود که کانون به صورت بورسیه کانون قلمچی بودیم، آزمون اون بورسیه کانون قلمچی بودیم، یه سری کتابا رو هم از بعضی از خیرات تونستیم تهیه بکنیم. فقط و فقط والله قسم میخورم و به جان مادرم که عزیزترین کس زندگیمه دارم قسم میخورم، فقط و فقط از کارگاهاتون استفاده کردیم. خب این بهانه شد که ما امسال هم کارگاه ها رو در روزهای جمعه در واقع رایگان قرار بدیم، وگرنه علل قاعده میتونستیم فقط واسه شاگرده پروفشنال و اسمارت و طرح‌های مختلف خودمون باشه و برای ما بقیه ببندیم. ولی صرف این موضوع که بالاخره کمکی میکنه، ما یه سری سایت های آموزشی هم داریم، یه سری کلیپ ها هم هست تو فضای مجازی، خودتون آشناییت دارید، که به صورت رایگان در اختیار قرار میگیره. ولی علل قاعده ما در مشاوره تا به امروز کارگاه رایگان در هیچ جای ایران نداشتیم که ما به صورت منظم، مرتب، اصولی، کاربردی، علمی، انگیزشی این کارگاه ها رو واسه دوستان گذاشتیم. تو دوران عید گزارشکار نفرستیم؟ نه، دوران عید گزارشکار نیازی نیست. برنامه های اردوی عید آیا شخصی سازی میشه؟ بله، در صورت تمایل شما شخصی سازی میشه، ولی من دوستانه بهت توصیه میکنم که نریم تو فضای شخصی سازی. میدونین چرا؟ علتش هم بر اینجاست که تو وقتی شخصی سازی میکنیم سرعت مطالعات کند میشه، ولی وقتی خودتو مجبور میکنین که طی یه چارچوب بیای جلو خیلی اوضاع بهتر میشه. من در اردوی حضوری من به همه اعلام میکنم آقا چارچوب اردو مشخصه، برنامه اردو مشخصه، حالا حتی اردوی حضوری که بچه‌ها مثلا 2,500,000 پرداخت، آقا چارچوب مشخصه، برنامه های شخصی، برنامه به صورت
مبحث محور جلو میره، ولی کسی بخواد میشینم اونجا شخصی سازیش میکنم، ولی به هیچ کس توصیه نمی کنم در نوروز برنامه شخص محور بخواد جلو بره، چون من پلنم و برنامه که واسهتون چیدم چه در اردوی آنلاین چه در اردوی حضوری اینه که ما در اردو بتونیم کل پایه ها رو در فروردین ما با کیفیت خوب سه دور جمع بکنیم و آزمون هم بزنیم. خیلی راجع به دیمرک سوال میپرسین. خانواده ها تقاضاشون بر این بود که آقا با توجه به شرایط شب عید لطفاً دیمرک، با توجه که میدونیم خیلی هم مفیده واسه بچه هامون، ما جلو بچه هامون شرمنده نشیم. اگر امکانش هست دیمرک رو به بعد از عید موکول بکنید. ما چشم گفتیم، سرمون رو پایین آوردیم، گفتیم چشم با توجه به شرایط اقتصادی شب عید و بحران های موجود چشمون رو میذاریم واسه فروردین ما به بعد. آیا ما تو آزمون هفته فروردین قلمچی شرکت بکنیم؟ من به تمام کنکوری ها بدون استثنا توصیه میکنم آزمون هفته فروردین قلمچی رو شرکت نکن و خودت از خودت آزمون بگیر، چون یک در واقع دست انداز بسیار بزرگه و همواره بنا به سیاست های پشت پرده آزمون هفته فروردین قلمچی یکی از بدقلق ترین و بدداستان ترین آزمون های قلمچی برگزار میشه. حالا من نمیخوام فضاشو باز بکنم که چرا، ولی خب خیلی قشنگ نیست هفته فروردین رو شرکت کنی، چون از روحی روانی نابودت میکنه، میترکوندت. اگر میخوای آزمون هفته فروردینم بدیم، من برای بچه های اردو حضوریم دفترچه سفارش شدم، خودشون از خودشون تو محل اردو آزمون بگیرن. به بچه های اردو آنلاین هم همین توصیه دارم، درصد بگیرن دیگه، تراز و اینجور داستان ها نباشه عملا. آیا بچه های اردو حضوری تا 31 خوابگاه؟ نه، اردوی حضوری دوم تا 12 فروردین به مدت 11 روز 12 روز آزادی بچه ها از اردو، و این قول همواره بهتون خواهم داد، این قول همواره به تک تکتون خواهم داد. روزی که اردو تموم میشه زیر چشمت خیس خواهد شد که ای کاش اردو تموم نمیشد. ما همواره وقتی اردو رو تموم میکنیم بچه ها بعدش میگن آقا دوباره اردو نمیذاری، که ما هر سال اون فرآیند اردوهای مرگ که بعد از عید رو خواهیم داشت، ولی امسال تصمیم بر این شد در اردوی مرگ از خوبها و خفنهای اردوی آنلاین و حضوریمون در اردوی مرگ استفاده کنیم، یعنی اونایی که تو نوروزی هستن در اون اتفاق هم بیاد. تو خوابگاه بیدارمون میکنیم، تو خوابگاه پوستتون رو میکنیم. مگه میتونی خرس هم تو خوابگاه خوابیده باشه؟ ما بیدارش کردیم، یعنی شما اصلا از این جهت نگران بیدار شدن نباش. واقعا اصلا ببین، اصلا فرآیند اردوی حضوری به قدری جذاب میشود و حتی اردوی آنلاین که تو اصلا ناخودآگاه خودت بیداری. مکان خوابگاه کجاست؟ مکان خوابگاه، آدرس محل اردو، همه 27 اسفند در کانال تلگرام پیشتازان اعلام خواهد شد. اردو رو تا چند روز برنامه دیم؟ اردوی حضوری رو که انشالله ماه 12 به اتمام میرسیم، اردوی آنلاین هم 31. از سایت کلاسینو میتونیم اردو رو ثبت نام کنیم؟ بله عزیزم، از سایت کلاسینو میتونی ثبت نام کنی. یه دقیقه میشه وارد سایت بشی، اون صفحه رو در واقع واسه من بیاری روی مانیتور که من خدمات اردو آنلاین اونجا نوشته شده. مکان خوابگاه کجاست؟ گفتم خوابگاه جاییه که من ناموس خودم هم راحت میتونم اونجا بسپرم که شب بخوابه و استراحت بکنه. بسیار جای امنیه، بسیار جای اوکیه. چرا اعلام نمی کنیم؟ اعلام نمی کنیم که متاسفانه توی فرآیند کنکور نرن دوستان مشاور نما علکی پیشنهادات دیگه ای بدن، اون خوابگاه فکر کنه، اون دانشگاه فکر کنه که الان اونها هم مخاطب بشن و فقط واسه اینکه کار ما رو خراب بکنه این مسئله رو ایجاد بکنه. پس از اینجا دغدغه نشوش، ما اگه اعلام نمی کنیم به خاطر این موضوع که مبادا گروهی دیگه ای برن بخوان کار ما رو خراب بکنن، فرایند ما رو خراب بکنن. ما سیکرت نگه میداریم واسه خود تویی که میخوای ازش استفاده بکنی، که انشالله بتونیم نتایج خیلی درجه یک و نابی رو با هم دیگه داشته باشیم که مطمئنم اتفاق خوبی میفته. خیلی راجع به خدمات اردوی آنلاین میپرسین. من خدمات اردوی آنلاین داخل سایت کلاسینو هست، اسم منو سرچ بکنی و حالا من یکی یکی واسط بخونم. از 6 صبح آغاز مطالعاتی ماست، برنامه تو 3 سبک فشرده، سنگین و متوسط خواهد داده خواهد شد که من حتی اون داوطلبی هم که ضعیف داره کار میکنه، صفر زیر صفر داغون اوزاش، یه کاری میکنم که به حد متوسط برسه. باز تاکید میکنم هم 12 هم 11 و هم 10 میتونه شرکت بکنه، هم تجربی، هم ریاضی، هم انسانی، هم هنر و هم زبان. 2 فروردین تا 31 فروردین 30 روز ما انشالله در خدمت شما خواهیم بود. 420 ساعت مطالعه مفید و اصولی خواهیم داشت.
اگر پا به پای من جلو بیایی و حرکت بکنی، سه بار گزارش کار در طی روز داریم. گزارش بیدار باش، ورزش صبحگاهی، گزارش نیمروزی، باید تصویر ورزش صبحگاهیت هم بفرستی اگر خانوادت اجازه میدن، گزارش پایان روز و بررسی عملکرد. مشاوره فردی، برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی فردی و شخصی شده و سطح بندی شده. من توصیه‌ام اینه اون سطح بندی شده هر رو انجام بدی تا اینکه بخوای من شخصی سازی کنم، بخوام به سازت برقصم. چشم، من به سازت هم میرقصم. اگه خواستی شخصی سازی بکنی هم شخصی سازی خواهیم کرد. دو آزمون روزانه داریم، هم عمومی و هم اختصاصی. مجموعاً 60 آزمون شبیه ساز کنکور داریم، از سوالات پرتکرار کنکور، از سوالات احتمالی 1401. آنالیز و ارزیابی آزمون هم با هم خواهیم داشت که چه درصدی بزنیم خوبه، چه درصدی بزنیم بده. طوفان فکری، یه سری وایس های انگیزشی و بمب های انگیزشی روزانه با هم خواهیم داشت. بازی های هیجانی با هم خواهیم داشت، واسه اونایی که پایه باشن و باحال باشن و اکتیو باشن. مراسم حول هالنا رو با هم خواهیم داشت به کمک هم که بعد این کولاک 25 رو پیش ببره تا اون اتفاق بیفته. بعضی از کارگاه‌های ما که برگزار میشه ویژه داوطلبینه، بعضی ها ویژه پدر و مادرهای عزیز، آگاه و دوراندیش ماست. کانال‌های جداگانه برای داوطلبان متفاوت خواهیم داشت که راجبش مفصلا صحبت خواهیم کرد. پشتیبانی، پیگیری آموزشی و تحلیل آزمون، نکته‌های پرتست و پرتکرار، تست‌های احتمالی کنکور 401، رفع اشکال فردی، نارنجک انگیزشی، تخلیه بارهای منفی با استفاده از اتفاقاتی که تو کارگاه‌ها با هم دیگه خواهیم داشت، کارگاه‌های سمی مشاوره و روانشناختی در سایت کلاسینو به صورت روزانه از 3 فروردین 401، گوش نوازهای صبحگاهی دارم واسط آماده می‌کنم که صبح به صبح در پی وی واسط بفرستم، در 30 روز در ابتدای صبح براتون ارسال خواهد شد. استراتژی مطالعه تجمعی به سبک ABZ رو با هم تمرین خواهیم کرد، یعنی برنامه‌هایی که نوشته میشه واسه همینه میگم نظر شخصی سازیش بکنم که بتونیم ABZ جلو بریم و کل مباحث رو جمع کنیم. افزایش نظم فکری، کاهش وسواس‌های فکری، کاهش استرس. آقا اردو آنلاین به چه درد می‌خوره؟ گوش کن. افزایش نظم فکری، کاهش وسواس فکری، کاهش استرس و اضطراب، افزایش آرامش، حس مطلوب مطالعه، افزایش انگیزه، نشاط و هیجان هست. این مبارزه با بی‌انگیزگی‌های مقطعی. رتبه‌های برتر رو خواهیم داشت جهت افزایش قوای روحی و روانی شما. یه خواهش هم از تک تک شما عزیزان دارم، از پدر و مادرتون بخواید تو بازه زمانی نوروز پیام به من ندن، چون خیلی سرم شلوغه و دیگه درگیر بچه‌های اردویی هستیم، یعنی از شنبه به بعد که دیگه کار ما آغاز میشه. این خواهش رو من از تک تک اولیای محترم دارم. اگه واقعا بچه‌تون امروز بعد اتمام این کارگاه انگیزه خوندن نداره، دیگه نیاز به روانپزشک داره، دیگه فرایندش از مشاور تحصیلی به کلی دیگه کاملا دور خواهد شد. کلاس‌ها رو چیکار کنیم که تعطیل میشن؟ فرصت داریم که عقب افتاده هامون رو جبران بکنیم. خب چت رو ببم این سری مطلب رو عنوان بکنم و آغاز بکنیم. خب پس دوستان راجع به اردوی آنلاین هر سوالی دارین فقط با همین شماره تماس بگیرید، فقط با همین شماره لطفاً تماس بگیرید. ممنون تک تکتون میشم. یه دسته از شاگردامونم من اینم بگم، یه دسته از شاگردامونم من انتخاب کردم، به کنکوریارهای خودم اعلام کردم که اینها در اردو شرکت بکنن براشون مفیده، که این کنکوریارها دارن تماس میگیرن با بعضی از داوطلبینی که میدونیم اگه بخونه یه چیزی ازش در میاد. اون دوستانی که باشون تماس نمیگیریم دیگه نگران و ناراحت نباشن، چون واقعا میدونم که بیاد اردو هم یا میخواد قور بزنه یا میخواد درس نخونه. پس اگر کنکوریار یا پشتیبان ما با شما تماس گرفت، برنامه و پلن اینه که من اسامی رو اعلام کردم که آقا این دسته از آدما میتونن تو 3 ماه باقی مونده خودشونو به یک شرایط خوب، ایدئال و ناب برسونن. با اینا تماس بگیرید که مبادا فردا پیش خودمون ناراحت باشیم که این آدم میتونست در عید خودشو نجات بده، میتونست به یه اتفاق خوب برسه، ولی حالا کاش یه زنگ به پدرش زده بودیم. مثلا چند روز پیش من به یه پدری گفتم که آقا فرزند شما درگیر این ماجراست که درس نمیخونه. گفت کاش مجبورش میکردی که اردو ثبت نام کنه. گفتم قربان، من یه بار به خودش گفتم، از بچه حضوریمون بود، گفت منو صدا میکردید، منو صدا میکردید به من میگفتید که اردو به دردش میخوره، کاش ثبت نام کرده بود. چون ما برنامه بچه حضوریمون هم دادیم تا بعد از عید، کاش در واقع برنامه رو به من میگفتید، من میمدم ثبت نامش میکردم، میدونستم قضیه اینه. حالا فرزند ناراحت بود از اینکه به پدر شب عیدی بگه مثلا یه هزینه اردو به من بده من اردو برم، نگفته بود و اوضاعش متاسفانه از روحی هم خیلی به هم
ریخته بود. سر این موضوع ما گفتیم که پشتیبان‌ها و کنکوریارها تماس بگیرن، اون دوستانی که میدونیم میشه ازشون تو 3 ماه باقی مونده نتیجه خوب کسب کرد اگر همت بکنن و پا به پا جلو بیان، اعلام بکنیم، یه گوشزدی بکنیم که آقا اردو به دردت میخوره ها، لااقل از گردن خودمون این مسئولیت خالی بشه، از دوش خودمون برداریم مسئولیت، بگیم ما گفتیم دیگه، خودش نخواست. تو همین روزهایی که داره طی میشه خیلی از اولیا تو تهران که اینه عرفش، اولیا مثلا آقا اردو به دردش بکنیم، میگیم بله، بلافاصله میرن بیرون ثبت نام میکنن خداحافظ. ولی خب متاسفانه هنوز تو شهرستان های ما جا نیفتاده فرآیند اردو. ما حتی بچهای تهرانی مونم که گفتن آقا ما مثلا بیماری زمینه ای داریم، مثلا یه نفر آسم داشت، یه نفر مشکل ریه داشت، گفتن آقا تو اصلا با تجربه شهر اردو حضوری به دردت نمیخوره، بالاخره خدای نکرده در واقع تو که آسم داری، آسمت هم وضعیتش مناسب نیست، یا خدای نکرده نه درگیر بشی، تو اردو آنلاین بره، بلافاصله اصلا صحبت نمیکنن، سوال نمیپرسن. حالا تو بعضی از خانواده ها این قضیه انگاری مثلا یه تصمیم استراتژیک برای مثلا ازدواج یکی از فرزندای خانواده است، انقدر جزئیات و این اتفاق و اون اتفاق وارد میشن که اصلا کلا قضیه ختم به خیر متاسفانه نمیشه. و دقیقا در این خانواده ها ما این موضوع رو داریم که بعد از عید اولیا به من هر سالی موضوع بوده اعلام میکنن کاش ما رو مجبور کرده بودید اردو بیای. شما تو همین هایلایت استوریای پیج من، آدرس پیج من اونایی که ندارم ببینن، استوری های پیج اینستاگرام من بری، شهاب یخچالیان اورجینال، شما داخل استوریا بری تو دو تا هایلایت آخر، خب حالا دیگه همین اورش رو بزنید دیگه اومده، تو هایلایت آخر دوتای آخر یه پسری هست دانشجوی دانشگاه شهید بهشتیه، میگه من خونمون دوبلکس بود و واقعا دوبلکس بود، کسی هم تو خونمون رفت آمد نداشتیم، پدرم هم نبود، فقط من و مادرم بودیم، فقط من و مادرم بودیم، یعنی من حتی اگه مامانم هم پایین تلویزیون رو روشن میکرد یا کسی میمد، اتاق خواب بالا بود، من فرایندم هم واسه درس خوندن آماده بود. من اون آدمم، عرفانم، مجبور کردم که عرفان بیا و در اردو شرکت کن. و جالب اینجاست به زور آوردمش اردو، پسر بود به قول خودش تو رودرواسی گیر کرد اومد و خودش بارها و بارها اینو اعلام کرده تو روزهای مختلف، روز مشاور میشه، روز معلم میشه، روز مهندس میشه، پیام میده که آقا دمت گرم که منو مجبور کردی که منو اردو ار بیام، چون من هر چی دارم از اون اردوی نوروزی دارم. ببینی داخل هایلایت ها هست، یا مثلا محمد رضا دوباره تو استوریای بعدیشه که اونم دانشگاه علم و صنعت مهندسی متالورژی قبول شد، الان پله های ترقی رو یکی یکی داره طی میکنه پشت سر هم، اونم میگه آقا منم نمیخواستم بیام، چرا؟ چون پدرش یه اتفاق بعد خانوادگی واسه شون رخ داده، یه ورشکستگی مالی بعد اتفاق افتاد و یه سری مسائل دیگه رخ داده بود به تبع اون ورشکستگی مالی که حالا من نمیخوام دیگه خیلی بازش بکنم، خیلی سخت بود براش گفتن و عنوان کردن که بابا منو بفرست اردو. اتفاقا توی یکی از اردوی ما به صمد هم معروف شده بود، اومد و متالورژی علم و صنعت فقط در 3 ماه، فقط در 3 ماه رتبه زیر 1000 رشته ریاضی کسب کرد. پس این اتفاقات میفته اگر تو قدماتو درست برداری، اگر تو آدم حرف گوش کنی باشی، چه ریاضی، چه انسانی، چه تجربی، چه هنر، چه زبان، میشه به این نتایج و به این اتفاقات رسید، بشه اینکه تو خودت هم آدم پایه باشی و آدم بخونی باشی. خب پس برو اون استوری ها رو ببین، خالی از لطف نیست دیدن استوری ها، دوتا هایلایت آخر دیدنش خالی از لطف نیست. خوب دقت بکنید بچه ها، خوب دقت بکنید. من از زبان انگلیسی شروع میکنم، خوب دقت کن، پلن ما از 2 فروردین تا 31 فروردین چیه؟ آقا شما از 2 فروردین تا 31 فروردین باید ده، 11 و 12 رو کامل خونده باشی و کامل بسته باشی تا 31 فروردین. آقا زبانم ضعیفه، اگرم زبان ضعیفه، زبان درسی نیست که تو مثلا بیای اردی بهش تمومش بکنی بتونی تو اون یه ماه
به تسلط برسی به اینا، من دوستانه دارم میگم، حالا جزئیاتشو که چه جوری تمومش بکنیم انشالله اون دوستانی که مسئله دارن من در پی وی بهشون خواهم گفت که آقا باید زبان 10 11 و 12 تو تا 31 فروردین کاملا بسته بشه. ما در عید تو این بازه زمانی 4 دور زبان 10 و 11 رو اگر پا به پای من بیای برنامه نوروزی من رو در اردو خراب نکنی، 4 دور زبان 10، 4 دور زبان 11 و 1 دور زبان 12 رو با هم خواهیم بست. خوب دقت بکنی، پس پلن اصلی ما در نوروز جمع‌بندی مباحث پای است. ما چه کتاب تستی لازم داریم؟ دوباره من بگم این موضوع رو، شما از اول سال یکی از کتاب تستای مبتکران یا خیلی سبز رو خریدی، یکیشو لازم داری. پس اگر اردوی آنلاین میای یا اردوی حضوری میای یا مبتکران یا خیلی سبز رو برای فرایند نوروزیمون احتیاج داریم. حالا من دقیق واسط مشخص میکنم کدوماشو بزنید، چجوری بزنید، چه مدلی جلو بریم، چند تا تست بزنیم و بر چه اساس کارمون رو با هم دیگه جلو ببریم. چون فرایند کارگاهایی هم که ما در اردوی آنلاین با هم خواهیم داشت 3 تا 20 دقیقه است، یعنی 1 20 دقیقه انگیزشی، 1 20 دقیقه مشاوره‌ای و 1 20 دقیقه برنامه‌سازی آموزشی که در 30 روز با هم پا به پا جلو بریم. پس لطف کنیم موقعیت طلایی رو از دست نده. پس من زبان 10 رو بعد 4 دور ببندم، زبان 11 رو بعد 4 دور ببندم، زبان 12 رو بعد 1 دور ببندم. و من ازت خواهش میکنم اگر واژگانشو نخوندی، من هم اکنون فایل زبان رو داخل کانال تلگرام پیشتازان که لینکش هم داخل لینکش هم پیشتازان آندلان یخچالیان بری هست، اون فایل رو دانلود کن. دمت گرم. چه اگه اردوی آنلاین هستی یا اردوی حضوری هستی، من ازت عاجزانه خواهش میکنم تا روز اردو، آغاز اردو، واژگان رو حفظ باشی. یعنی انقدر وقت بذاروش که برای من در نوروز مرور واژگان و خواندن واژگان ترمز نشه. این خواهش رو از تک تکتون دارم که حداقل واژگان شما تا قبل از اینکه فرایند کار کرده باشیم، در خیلی هم فایل حجیمی نیستش، یه فایل 30 صفحه‌ایه، یه فایل 9 صفحه‌ایه، یه فایل 7 صفحه‌ایه، یعنی مجموعاً 46 صفحه است. اینو لطف کن پرینت کن و تا آغاز اردوی آنلاین یا اردوی حضوری کاملا واژگان رو 100% خونده باشی و کاملا و 100% مسلط بهش باشی. خوب دقت کن. پس شما در نوروز بهترین زمان برای جمع‌بندی مباحث پایته. خوب دقت کن، بهترین زمان برای جمع‌بندی مباحث پایت دوران نوروزه، چون اونایی که 12 هستن که بعدش درگیر امتحانات شبه نهایی و نهایی خواهند شد، بنا خداگاه باید بشینن و 12 رو بخونن. پس عملا ما چرا اینقدر میگیم ای دوران طلایی، دوران خیلی جذابیه، دوران پیشرفته؟ یکی از علل طلایی بودن دوران نوروز دقیقا همین مسئله است دوستان عزیز من، که ما اگر پایه رو جمع نکنیم عملا بعد از عید دیگه فرصتی برای جمع کردن مباحث پایه نخواهیم داشت. ببین شما عید اینو تو ذهنت داشته باش، اگر از پدر و مادرهای عزیز واقعا خواهش میکنم بچه ها رو به هیچ مهمانی نبرن. حالا مادر بزرگت بیا ناراحت میشه، حالا عمت بیا حرف در میاره، حالا عموت بیا فلان، حالا خالت بیا تو ازش شیر خوردی، این ادا اصولا در نیاری. آقا یک فروردین تعطیله، 13 فروردین تعطیله. من چون بعضی از بچه‌ها دیگه اونایی که اردویی هستین و که با هم در ارتباط خواهیم بود، غیر اردویی‌ها دیگه نمی‌بینیم و من هر کس اردوی آنلاین میاد، من برای یک فروردینت هم برنامه دارم، من برای 29 اسفندت هم برنامه دارم، من برای چهارشنبه سوریت هم برنامه. من سالهای قبل که مثلا سال 91 92 جوانتر بودم، یکم و 13 فروردین رو تعطیل می‌کردم. بعد که تعداد پزشکام، دندون پزشکام، داروسازام، شریفیام، تهرانیام، امیرکبیریام، بچه‌های انسانی خفنم، زبان خفنم، هنر خفنم زیاد شد،
یک بار یک جلسه گذاشتم و این دوستان رو دعوت کردم، گفتم خانم نیلوفر یاوری آیا رتبه 50 کنکور آیا شما یک فروردین درس خوندی یا رفتی استراحت کردی؟ مامان دیدم رتبه برترم همه میگن استاد ما با اینکه شما گفتی درس نخون ولی ما یکم فروردین هم دیدیم چی کار کنیم. چه چیزی جذابتر از درس؟ چه چیزی جذابتر از روپوش سفید پزشکی؟ چه چیزی دلچسبتر از رسیدن به دانشگاه مورد علاقه هم؟ یکم هم نشستیم درس خوندیم. گذشت آقا 13 هم درس خوندی؟ آقای اخشاریان ما این هم اومدیم اردو 11 روز رو طلایی کردیم، با چه حسی 13 هم بریم تو طبیعت؟ طبیعت من، سبزی من، زیبایی من، همین کتاب IQ منه، همین آزمون های قلمچی منه، همین کتاب سه سطحی منه، همین کتاب پینوکیو منه، همین کتاب مبتکران منه. من با اینا حالم خوب میشه، با اینا وقتی بهشون نگاه میکنم طبیعت من اینان، سبزی من اینان، شعارم نمیدم، رد پای رتبه هامو رفتم پشت سرشون دیدم، رد پای رتبه هامو رفتم دیدم. حالا مثلا ممکنه یه رتبه برتری بگه آقا نه من یکم درس نخوندم، من یه نفر در نظر نمیگیرم، من نگاه میکنم بیشترین آمار پزشکی دندون دارو رو در 3 سال اخیر ایران با اختلاف و با استناد دارم، اونا رو دارم نگاه میکنم، بیشترین قبولی مهندسی شریف تهران امیرکبیر رو دارم، اینا رو دارم نگاه میکنم که آقا من قدیما میگفتم 13 نخون، این آدم مینشست خودش 13 ساعت میخوند، اصلا دلیلی نمیدید واسه اینکه مثلا بره خانواده‌اش حالا یه سال 13 به در نرن، حالا جای 13 فروردین مثلا 25 شهریور برن تو دامان طبیعت، اصلا نه از فردای کنکور برن تو دل طبیعت تا روز اعلام نتیجه، چه فرقی داره؟ حالا مثلا چهارشنبه سوری آتیش روشن میکنن نکنن، برن مثلا چهارشنبه مثلا هفته دوم مرداد که جواب اومده، آتیش بازی ما تو اینستاگرام رخ داده، تماسای تلفنی جذاب ما گرفته شده، برن اونجا آتیش روشن کنن، گرمشن، حال کنن. نشه. ببین اینا بدعت‌های ذهنیه که تو ذهنت گذاشتی. وگرنه یه سوال دارم، 28 اسفند با یک فروردین چه فرق داره؟ سال تموم میشه، سال جدید آغاز میشه. آدمی عید براش جذابه که هر روز یه تصمیم جدید واسه زندگیش بگیره، یه حرکت جدید واسه زندگیش بگیره، هر روز بشه یه تولد دوبارش. بین سالها میاد، روزهای تقویمی فرقی با هم ندارن. ممکنه همین امروز بعد از دیدن این کارگاه یه دوست جدید به جمع ما اضافه شده، همین امروز بشه روز عیدش. عید یعنی چی؟ ثبت شدن و نو شدن، تفکراتش رو نو بکنه، دیدگاهاش رو نو بکنه، نگرشش رو نو بکنه نسبت به موفقیت، نسبت به هدفی که داشت، نسبت به رویایی که کم رنگ شد ولی هنوز بیرنگ نشده، هنوز از بین نرفته. پس اینی که تو ذهنت بذاره خب آقا سال تحویله، ما از مثلا ساعت 12 بشینیم احسان علی خانی نگاه کنیم، مثلا بعد بریم بچرخیم مثلا رضا رشیدپور کجاست، علی ضیا کجاست، رامبد جوان کجاست، مهران مدیری کجاست، اداها چیه؟ اولویت درست زندگی تو بشناس، این خیلی مهم، این خیلی مهم، اولویت درست زندگی تو بشناس. اگر اولویت تو درست بشناسی خیلی اتفاق خوب افتاد. اما من دارم میگم از همین لحظه که کارگاه تمام شد، از همین لحظه که کارگاه تمام شد برو بجنگ تا لحظه سال تحویل. لحظه سال تحویل بیا یا مقلب القلوب بر الابصار یا مدبران لیل و النهار یا محول الحال و الاحوال، حول حال نا الى احسنها، خدایا کمک کن غیرتم، شهامتم، استقامتم، عشقم، تمرکزم، ایدم، نگرشم قویتر، خفنتر، جذابتر بشه، بتونم دست این پدر مادر رو روز اعلام نتیجه ببوسم بابت زحمات 20 سالی که واسه من کشیده. تمام. ادامه درس. خیلی راحت. منم چرا بعضی این قضیه انقدر نه آقا مثلا بعد بریم فلان جا جمع بشیم همه دوره هم. اگه من نرم حرف در میارم، بذار حرف در بیارم. دهن مردم گشاده، بذار گشادتر بشه. اتفاقی نمیفته که حالا بذار بشه.
آقا یه سریال اجازه داری تو عید ببینیم؟ نه خیلی غلط کردی تو بخوای سریال ببینیم. بی خود کردی تو بخوای سریال ببینیم. یه ذره خودتون حواس باشه. مثلا من میرم دانش آموز مثلا استقلال میبره میاد مثلا استوری میگه آقا بشین درس تو بخونی عد اصولات چیه رفتارات چیه. آقا باشه قبول قبول، اصلا طرفدار دو آتیشه، اصلا مدیر عامل باشگاه، اصلا خود فرهاد مجیدی، به تو چه ربطی داره؟ آقا بشین درس تو بخون، چهار ماه دیگه قشنگ برو بشین هر کاری میخوای بکن، برو اصلا دعوت شو تیم ملی. ولی الان موقعیت درست بشناس، اولویتت درست بشناس. خیلی بده بابا، چهار ماه دیگه تموم میشه، چهار ماه هم نه، سه ماه نیم دیگه تموم. لاغر این سه ماه نیمو درست ازش استفاده کن که فردا خودت نگید هی به من گفتن ولی من این خیالم هم نبود. من در کارگاه بعدی کلاسینو که بعد از تعطیلات نوروز خواهد بود دیگه بهت نخواهم گفت برگرد به بازی، چون دیگه نمیشه، میگم برو دیگه بازی تو بکن. و اینم بهت بگم اون دسته ای که پدر و مادر فکر میکنن که اینا بخونش نیستن، از روز اولت بهت خوش بگذرونید، دو هفته سفر عشق و حال کنید. شطور سواری دلا دلا نمیشه، یا یه کاری رو بعد درست انجام دادی اصلا انجامش نده. اگه میخوای تو ایچ شب ساعت درس بخونی، به نظر من اگه تجربی هستی اصلا نخون. 6-7 ساعت میخوای تجربی بخونی اصلا نخونی سنگین تر، نخونی اساسی هم سنگین تریه. آقا حالا ما میگیم این درساشو بخونی، حرف ماماناسا، تو درساتو بخون، جمع کن آخر شب یه زنگ تفریتو پاشیم بریم خونه مثلا خالتینا. این جمله که من امروز استوری کردم دقت کنید، واقعا این جمله یکی از بزرگان عرصه آموزش جهانه که میگه 90% آدما دانش آموزایی که میبینی درس نمیخونن، برو در رفتارهای پدر مادرشون جستجو کن، کنکاش کن. حالا ما که پژوهشگر نیستیم بیایم در رفتار پدر مادرتو پژوهش بکنیم، ولی پدر مادر عزیز، حالا مثلا مادر میگه ما نمیتونیم جلو دختر پسرامو بگیریم، داماد و عروس ها و نوه ها بگیریم نیان خونمون، چون به ازای این فرزندی که متولد کردی مسئولی مدیونی بهش. حالا چون اونا ازدواج کردن و نوه دار شدی بریزن تو خونه این بچه بدبخت نابود بشه بسوزه، اگه میخواستی بسوزونی چرا به دنیاش آوردی؟ و تو رو خدا وقتی کار واسش میکنی دیگه این منت نذارید. من واقعا روز عصبانی ناراحت شدم. آب خرجش کردی بچت، مردم خرج سگ و گربه میکنن، شما که بچت همخون خودته، خودت متولدش کردی، چرا یه منت میذاری؟ واقعا یه کاری واسش کردی دیگه، چرا ای بهش صد بار میگیرید ما فلان کار رو واسه کردیم؟ آقا کردی که وظیفه‌مونه دیگه. مگه لباس میخرید شما منت میذارید؟ مگه غذا میدید بهش میخوره منت میذارید؟ چرا بس به داستان تحصیل و آموزشش میرسه منت میذارید؟ مگه مریض میشه هزینه دوا درمونشو میدید منت میذارید سرش؟ ولی به این درس لامصب که میرسه که از همم بیشتر نیاز به تمرکز و روحیه و آرامش و حس و حال خوب داره، هی ما میذاریم منت میذاریم سرش. الان مثلا مادر امروز پیام داده من تو واتساپ، ما آقا محمد و اردوی آنلاین ثبت نام کردیم، ایشالله این یه تومن رو دیگه به باد نده. من اینو هر روزم میخوام صبح به صبح تو اردو بهش بگم که این آقا محمد یه تومن رو، آقا محمد اصلا شما زدی به بادش دادی با این صحبت. نکنیم این کارا رو. چه خبر بچه ها؟ چه تو باز کنیم ناهار چی خورده اینا امروز؟ سر ناهار اومدیم، ببخشید واقعا سر ناهار الان داری یه قاشق قرمه سبزی با سالاد شیرازی ماس میخوری. کوبیده ماس ممنوعه، دمت گرم. پیتزا، پیتزا ناهار نمیچسبه انصافا، شام میچسبه. اولویه، اولویه هم شب میچسبه، شب میچسبه و ناهار صبحونه هم میچسبه اولویه، به خصوص اگه مونده یه دیشب باشه با نوشابه فانتا بخوری. با فانتا اولویه رو اگه تجربه نکردی تجربه کن، چون اصلا اولویه با فانتا یه داستان دیگه داره. به 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 غذاها رو به ما اینجا داریم آب درمانی میکنیم، اینا اصلا چی میخورن؟ پلو ماهیچه. به به بچه ها، کی ناهار جیگر میخوره انصافا؟ زیر برنجی چیه دیگه؟
مرغ سفالی هم ناهار نمیشه از هزار هست. چه آدم بدسلیقه هستی. رژیم چی شد؟ کارگاه قبلی 106 اومدم الان 99 بهتون دارم ارائه میدم. چی رژیم چی شده؟ یعنی شما تشخیص نمیدید؟ 106 کارگاه قبلی 99 الان تحویلت دادم. به به نهارا دارن میخورن همه ما اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم. سس بزن شما که دارید پیتزا میخوای سسش هم بزن الان. ما داریم آب درمانی میکنیم نهار نخوردیم. خب کله پادشم دارن میخورن. سیرابی چی بچه ها؟ سیرابی هم میشست به نهار. تحچین که اصلا فوق‌العاده است اصلا. ماشالله. پلوتون. یه بار ما یه خاطره من تعریف کنم. یه بار ما تو خونمون نقاش داشت کار میکرد. بعد من مامانم برنج گذاشته بود. با دو تا تون ماهی هم گذاشت. گفت ببر با آقای شانه تراش بود فامیلیش. ای صدای منو میشنوی حواست باشه من اون تو دلم بود. آقا ما اینو برداشتیم بردیم که با هم بخوریم. دو تا تون ماهی بود با یه قابلمه برنج. بعد من این تون ماهی اول رو باز کرد کلش رو ریخ رو برنجش. تون ماهی دومم باز کرد اونم ریخ رو برنجش. بعد من واقعا قرار با هم نهار بخوریم و من تو عمرم ندیدم کسی دو تا تون ماهی رو با پلو بخوره و این شخص خورد و این شخص خورد و واقعا واسه من اتفاق عجیبی بود و اون روز من نابود شدم اصلا این صحنه رو دیدم. حالا منم که سال این داستان آقا شبه نهایی چیه؟ شبه نهایی فقط چیزه چی بهش میگن؟ سر کاریه. شبه نهایی جدی نگیر. اردو شام و نهارش چیه؟ اردو شام و نهارش فقط گوشتی میدیم که کسی قور نزنه. فقط گوشتیه، فقط غذاهای گوشتی. آقا من گیاهخوارم، گیاهخواری خب از خود سبزی نخود اینا با خودت بیار. اردو فقط غذاها گوشتیه. ما میگم انقدر اینا رو تجربه کردیم، مثلا کوکو سبزی میدادیم یکی میگم نه کوکو چرا اینجوری سبزیشو خرد کردن؟ یعنی واقعا با آدم 17 18 ساله به خصوص دختر، پسرا که دمشون گرم هر چی بدی میخورن. هر چی یه دونه هر چی میدی میخورن. یعنی اصلا هیچ بحثی راجبش نیست، هیچ بحثی راجبش نیست. یعنی ما هیچ وقت با پیتزا هم داریم انشالله در اردو، ما هیچ وقت با پسرها در اردو ها با غذا مشکل داشتیم. دختر مثلا کوکو میدی، مثلا قرمه میدی، چرا قیمه نداری؟ نه ما قرمه میدیم. اصلا این غذاهایی که در واقع میخواد ادا اصول توش باشه نخواهیم داشت. خیالتون از این جهت فست فود هم میدیم بعضی شبا فسو. الان مثلا دغدغه ما تو رو خدا ببین دغدغه شده شام در اردو چی میدید؟ واقعا من متاسفم. ببند آقا چطو ببینید اصلا یه نفر نمیپرس آقا مثلا در اردو ما قراره چند تا تست بزنیم شام تو اردو چی میدید؟ حالا یه داستان دیگه هم بگم. ما یه سال اردو خود دو تا خروج داره، یه دونه ساعت 9 داره یه دونه ساعت 10 داره. ما میگفتیم آقا هر کی از 9 تا 10 وایساد یه جایزه میدیم، یعنی یه ساعت بیشتر خوند. صبحش هم دو تا ورود داشت اون سال، یه دونه 6 بود یه دونه 8. حالا جایزه چی بود؟ جایزه مثلا به دخترها پاستیل میدادیم، مثلا نه پاستیل مثلا زیاد یه بسته ها، یه 3-4 تا دونه پاستیل میدادیم. یه آدم به خاطر پاستیل یه ساعت بیشتر با میست. به پسرا مثلا یه تیکه مرغ سوخاری میدادی، یه تیکه ها نه چند تیکه، یه تیک. بعد اینو میگفتیم آقا جای اینکه 9 بری مثلا 11 برو 2 تیکه بد مرغ ما میستاد. یعنی واقعا الان اینو باز کردیم چطور یادمون سالا افتادم. مثلا به دختره میگفتیم آقا بادکنک هلیوم تازه اومده، آقا شب رفتی بادکنک قرمز هلیوم بد میدی، جای اینکه 9 بری مثلا وایستا تا 11 به خاطر بادکنک ما میستاد. اینقدر شما راحت گول میخورید، اینقدر شما آدم های ساده ای هسته. ما با پاستیل و بادکنک و مرغ سوخاری مثلا به پسریم گفتیم یه دونه سیب زمینی مثلا تنوری بهت میدیم، ما میستاد.
لامصب وایسر یه مامان که داره میده میخوری، بیشتر بخون دیگه. تو اگه واقعا چه اونجا پس گول میخوردی، همین خودت شماها بودین اونجا گول میخوردین، شاید ما امسال از این گولا بزنیمتون. تو میگه آقا وایسا مثلا فلان چیزو میدی و تو وامیسی واقعا. بریم سراغ ادامه بحث. خب آقا ما دین و زندگی رو قراره چیکار کنیم؟ بچه ها دینی رو توجه کنید. دینی 10 داریم، 11 داریم، 12 داریم. تو این بازه زمانی ما با 12ش کار نداریم. فقط میخواییم 10 و 11 رو خوب ببندیم. 12 رو از که شروع میکنیم؟ بعد از این فرایند اردوی آنلاین یا حضوری بون. پس ما دست به دینی 12 نمیزنیم. آیا دوستانی که اردو حضوری میان زبان 12 با خودشون بیارن؟ نه. دینی 12 بیارن؟ نه. پس ما فقط دینی 10 و 11 میخواییم. دینی فرایند ما کلن جمع کردن 10 و 11 است. حالا دقت کن. شما منطق میگه دهم مثلا درس یک رو میخوایی بخونیم. ماکزیموم 2 ساعت و 15 دقیقه، مینیموم 1 ساعت. شما در دوران جمع‌بندی موظفی هر درس دین و زندگی رو ماکزیموم 2 ساعت و ربع داشته باشی، مینیموم 1 ساعت. گرفتی چی شد؟ ماکزیموم 2 ساعت و ربع، مینیموم 1 ساعت. حالا تو میای اونایی که میگم ما شخصیش بکنید، میایم شخصیش میکنیم، میزنی همه چی رو خراب میکنی. این بده. هیچ وقت این حرکت رو نزن. آقا شما مینیمم یه درس، مثلا آقا من دینی دهم درس یک رو نخوندم. دینی دهم درس یک رو نخوندی، نهایت واقع وظیفه داری تو 2 ساعت و ربع بخونی. آقا من دینی دهم درس یک رو خوندم، خوبم خوندم. چند دقیقه؟ 1 ساعت. تهش 1 ساعت. پس اینو لطف کن، خواهش ازت میکنم، تمنا ازت دارم، رعایت کن. آقا یه سوال، کل دینی 10 پس با این حساب چند ساعت بشه؟ برای کسی که خوب خونده 12 ساعت، برای کسی که خوب نخونده نهایتاً بشه 24 ساعت. نهایتاً 24 ساعت. دینی 11 هم دقیقاً به همین شکل. پس تو اگه رو دینی 11 هم میخوای وقت بذاری، دینی 11 هم به همین شکل. پس ما باید در فرایند اردومون دینی 10 و 11 رو انشالله به لطف پروردگار تا پایان اردو با هم جمع خواهیم کرد. دوستانی که آقا ما که اردو نمیایم میتونیم جمع کنیم. ببین نمیای، ولی من به احتمال 99% یقین دارم که تو وقتی اردو نمیای تو خونه هم درست درس نمیخونی. آقا ما که آنلاین میشه، آنلاین هم هیچ فرقی با حضوری نداره. ولی اونی که به حال خودشه، بی انگیزگی های مقطعی و روز به روز، همین الان بهمن اسفند رو نگاه کن، چقدر دچار بی انگیزگی مقطعی شدی. یه روز خوبی ها، یه روز بیدار میشی اصلا روانی، یه روز بلند میشی شارژ مثل شیر، یه روز بیدار میشی مثل خرس یه گوشه کز میکنی. نگاه کن دیگه، همین بهمن اسفند تا آخرش دیگه تموم شد دیگه، دیدی خودت دیگه. پس اینو لطفاً بهش توجه داشته باش، لطفاً این موضوع رو شدیداً بهش توجه داشته باش و شدیداً بهش دقت کن که مبادا الکی چیزی رو از دست بده که فردا خود بگی آقا از دستش دادم. پس ببین، من گفتم به شاگرد خودم برنامه میدم، ولی ضمانت اجرایی نداره اون برنامه. سعی کن آنلاین حداقل. خب اینم از دینی. دینی هم گفتیم، زبان هم گفتیم. آقا عربی، آقا عربی باید تا 31 فروردین 10، 11 و 12 کامل بسته بشه. 10، 11 و 12. 10، 11 خوب دقت کن، باید در 3 هفته اول بسته بشه و 12 در هفته آخر. این برنامه ما واسه عربی. آقا من جزوه استادم رو میخونم. آقا یه عربیه رو ما حد اکثر چقدر اجازه داریم وقت بذاریم؟ عربیه رو حد اکثر شما باید تو 40 ساعت، حداقل توی 5 ساعت جمعش کنی. یعنی میره 5 تا 40. اگه رفتی بالای 40، یعنی داری وسواس به خرج میدی.
راستی یه چیزی، اگر کسی ای تصمیم گرفت سفر بره، لطفاً کتاب با خودش نبره، چون تجربه ثابت کرده کتاب میبری و لاش هم باز نمی کنی، فقط مامانت اعصابتو خورد میکنه. مامانت هم واسه این که عذاب وجدان نگیره میگه بیا کتاباتو ببر. ما جایی نمیریم که از این خونه میریم به اون خونه، از این خونه میریم به اون خونه، ولی اون آدمه رو میزنیم لتو پارش میکنه. پس آقا خونده دیگه، مثلا با محمد واعظی، با عمار تاجبخش تا حالا جلو اومدی، کارات هم کردی، اوکی، جز برم خوندی، 500 جمعش کن بره دیگه، هی کش نده، هی اذیت نکن خودتو. مثلا تست استاد سر کلاس هر کرده کر کسی بشم کردی، نمیتونی اصلا ببینی چیه، 10 دقیقه وقت میذاری ببینی چی نوشیم، ولش کن رد شو درس رو فهمیدی، برو تو دل تست. پس گرفتی چی شد؟ پس عربی اگه اوکی 500، اگه اوزا خیته نهایتاً 40 ساعت. و اما ادبیات، ادبیات من مبحثی ازت میخوام، قرابت، آرای زبان فارسی، و در دوران طلای نوروزم ازت لغت و املا نمیخوام، فقط میخوام پرونده قرابت آرای زبان فارسی رو تا هفته سوم فروردین ببندی. تا هفته سه فروردین پرونده قرابت آرایه و زبان فارسی بسته بشه. آقا با چقدر وقت؟ 30 ساعت ماکسیموم، مینیموم 15 ساعت. پس اگه تو بیشتر کشش بدی خودتو علاف کردی، وقتتو تلف کردی، زمانتو سوزوندی، شدیدن هم زمانتو سوزوندی. پس اینو لطفاً دقت کن، لطفاً توجه کن، لطفاً حرف گوش بده. خواهش ازت میکنم، وسواس در دوران جمعی، فارغ التحصیل اینجا قطعاً داریم. آیا فارغ التحصیل اردو بیان؟ فارغ التحصیل اصلا خودشون اومدن، یعنی خودکار میان، چون نگاه میکنن به عید پارسالشون، میبینن عید پارسال رو زدن نابودش کردن. امسال دسته اولی که چه در اردوی حضوری چه آنلاین شرکت کردن، دقیقاً بچهای فارغ التحصیل ما بودن، دقیقاً بچهای فارغ التحصیل بودن. چرا؟ چون میدونه واسه فارغ التحصیل کاملا روشنه که آقا عید اگه اردو نیاد کل عید زاده خراب کرده. خوب گوش کن اینجا رو، بچه فارغ التحصیلا خوب میدونن که آقا اصل شکستشون، دلیل اساسیش بر این بود که در دوران جمع‌بندی و پهن‌بندی مباحث چه کردند؟ وسواس به خرج دادن و مباحث دیر جمع شد. وسواس به خرج دادن و مباحث دیر جمع شد. بچه‌ها نذارین اتفاق بیفت، خواهش ازتون میکنم نذارین اتفاق بیفت، نذار دیر جمع بشه. الان من زمانبندی گذاشتم میگه آقا پس ظرف زمانی ادبیات تو چقدره؟ 30 ساعته. حالا فرض کن من هر روز اینا رو تو اردو به تو متذکر میشم، چون تعلیل نمیشتمی در روز یه بیخیالش میشی، ولی یه نفر بعد مثل یه کنترلگر مدام به تو بگه اینجا رو حواست باشا، اینجا رو حواست باشا، اینجا اینجا نری جلو، بازی کن اینجا، خیلی تکروی نکنی، اینجا پاس بدی، اینجا شوت بزنی، اینجا وقت گل زدنه ها. ادبیات مینیمم شد 15 ساعت، ماکسیمم شد 30 ساعت. اونی که ادبیاتش خوبه اگر رفت بالای 15 ساعت وقت گذاشت، یعنی وقت رو تلف کرده. پس آقا چیکار کنیم؟ بعد وقت رو بیایم اختصاص بدیم به ما بقیه درس‌ها. عربی ما شد مینیمم 5 ساعت، ماکسیمم 40 ساعت. مینیمم 5 ساعت. ببخشید بچه‌ها من مرتب نوشتن بلد نیستم، همینجوری کرکسیف می‌نویسم، عذرخواهی می‌کنم ازتون. این مینیموم، این ماکسیموم عربی، اینم واسه ادبیات. دینی چقدر؟ مجموعش رو چقدر بچه ها؟ مینیموم و ماکسیمومش 12-24. دینی هم که گفتیم دیگه. آقا 10 و 11 با هم 24 ساعت. ببین دینی 10 12 24، این مین، این ماکس. دینی 11 12 24، مجموعش پس 48، اینم مجموعش 24.
یه چیزی پس در دوران جمعنی یکی از درسی که خیلی از ما زمان و حجم میگیره درس دین و زندگی. اینو پس حواسمون بهش باشه. شدیدن هم حواسمون بهش باشه. پس درس زمان برای ما چی شد؟ آقا زبان رو نگفتی. زبان 10. 2 ساعت مینیموم. ماکسیموم 16 ساعت. زبان 11 مینیموم 2 ساعت. ماکسیموم 15 ساعت. این دیگه اون 16-15 واسه اون آدم تعطیله است. آدم خیلی تعطیله. اگه کارگاه قبلیمونم ندیدی حتما بعد از اتمام این کارگاه توی سایت آپارات سعی کن کارگاه قبلیمونم ببینی. خیلی کارگاه دلی بود. خیلی محال کرد. خب پس زبانمون مشخص شد. دینیمون مشخص شد. عربیمون مشخص شد. ادبیاتمونم مشخص شد. بریم سراغ زیست. من اینو کلوفتش کنم شاید خطم بهتر شد. زیست. خوب توجه کن. 10 1 2 3 4 5 6 7. چه اردو حضوری هستی چه آنلاین هستی دقت کنم. 1 1 ساعت 4 ساعت. 2 3 ساعت 11 ساعت. 3 2 ساعت 7 ساعت. 4 3 ساعت 13 ساعت. 5 2 ساعت 7 ساعت. 6 2 ساعت 8 ساعت. 7 2 ساعت 8 ساعت. آقا این چیه؟ این مینه، این ماکسه. اینا اعداد جمع‌بندیه. یعنی تو باید حداقل و حتی اکثر حواست باشه که دقت داشته باشی بهش. بریم واسه زیست 11. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو. یک، شیش، یک، شیش، یک، هفت، یک، شیش، یک، هفت، یک، هفت، سه، ده، دو، هشت، دو، هشت. این هم میشه واسه زیست 11. آقا این اعداد چیه؟ دوباره میگم. این مینشه، این ماکسشه. در دوران جمع‌بندی اگر تو ظرف‌های زمانی رو نشناسی خودتو بد نابود کردی. اینا حواست باشه شدیدن. ما در فرایند اردوی آنلاین و حضوری زیست 10 و 11 تا پایان اردو کاملا 3 دور بسته میشه.
اگه پا به پای من جلو بیای و کارهایی که میگم رو گوش بکنی. بریم یه سری به انسانی بزنیم. جامعه 10 7 12 جامعه 11 7 13 روانشناسی 3 12 اقتصاد 4 16 فلسفه 11 چی شد؟ 7 14 منطق 4 14 ریاضی 10 6 20 ریاضی 11 8 20 علوم فنون 10 6 16 علوم فنون 11 8 16 این انسانی ها خدمتشون. خطم خوب شد کلوفی نیستم نه؟ باید تو این زمان ها جمع شد. آقا خیلی عقبم که یه کاری کن برسی، یه کاری کن برسی، چون بعدن در جمع‌بندی واقعا دچار بحران میشی. بریم واسه رشته ریاضی یه درس مثال بزنیم. هندسه 10 8 20 هندسه 11 9 19 آمار احتمال 3 11 این هم از شریعتی. این اتفاق باید بیفته بچه ها. شما اگر تو دوران جمع‌بندی فارغ‌ها خوب میدونن یکی از ضعف‌هاشون در سال گذشته قطعا و یقینا همین موضوع بوده که متاسفانه کشش دادن و همین خراب کردن. چرا؟ چطور باز کنیم؟ سوال دارن تا اینجا. کارگاه امروز علمی مشاوره‌ای کامل دارید استفاده میکنید یا نه؟ فوزلا دارید استفاده میکنید یا نه؟ آن ناهار رو دارید میخوری دیگه. اصلا به فکر 12 نباش الان. اصلا به فکر 12 الان نباش. اردو مختلطه؟ چه سوالی؟ خیلی زشت بود. اصلا اردو به قدری بهت فشار میاد یادت میری مرد بودی یا زن. به قدری بهت فشار وارد میشه. تاریخ جغرافی پلن نمیخواد. اول اینا بسته بشه. خب
ببند چطور، ببند سوال زش میپرسه، ببند سوال زش میپرسه. کتابا رو قربونت برم، البته خانومه در کتابا رو تو لایو آخر گفتم، لایو آخر سیوم شده. برو بریم سراغ شیمی. شیمی ده، یک دو سه. شیمی یازده، یک دو سه. سه یازده، سه سیزده، سه پونزده، سه پونزده، سه بیست، دو سیزده. اینم برای شیمی، اینم برای شیمی. که اگر یه چیزی، یه نفر الان بی انگیزه باشه، ناامید باشه، شلوول باشه، از این آدمایی که منتظرن یه چیزی بشنون به هم بریزن، میاد این عددهای ماکسیمو با هم جمع میکنه، بعد تقسیم بر روزا میکنه، میبینه اه چقدر طول کشید، چقدر زیاد شد، چقدر دیر تموم میشه، پس من با آزمون جامعه نمیرسم. ببین چه اتفاق میفته، تو بری تو دلش از اون عددهایی که من نوشتم خیلی کمتره اگه حمله بکنی، اگه واقعا گلادیاتوری بهش وارد بشی، خیلی کمتر از اون چیزی که تو فکرشو میکنی، خیلی کمتره. فقط تو برو تو دلش. ببین چون من برنامه بهتون میدم نمیام زمان مشخص بکنم چقدر که خوب، ولی تو باید حواست باشه این عددا رو داشته باشی و حواست باشه از این عددا بالا نزنه. بریم فیزیک ده، یک دو سه چهار پنج. یک پنج، سه هفده، دو چهارده، سه هفده. اینم واسه رشته ریاضیه، فقط رشته ریاضی. سه چهارده، بریم فیزیک یازده. یازده رشته ریاضی، یک دو سه چهار. یازده تجربی، یک دو سه. مخلصم، خوبی؟ چش، کجا بیام؟ همینجا؟ خب فیزیک یازده ریاضی، سه چهارده، چهار شونزده، سه سیزده، سه سیزده. سه چهارده، چهار شونزده، پنج هجده. این هم شد فیزیک یازده تجربه. پس اینو دریاب و لطفاً بهش دقت کن. بریم ریاضیات.
آمار 3-12 شمارش 2-12 احتمال 3 ببخشید این اشتباه نوشتم دو هشت احتمال 3-15 هندسه 6-20 معادله نامعادله 1-8 معادله درجه 2 3-11 مجموعه 2.5 الگو دنباله 1-8 لوگاریتم 2-10 توان گویا 2-8 باید بتونی تو این زمان را جمع کنی البته ما در ریاضیات چه حسابان چه ریاضی تجربی تابع مثلثات و حد و مشتقم تا 31 فروردین میخواییم جمع کنیم یعنی ما فیزیک تو 12 نمیریم شیمی تو 12 نمیریم زیست تو 12 نمیریم انسانی تو 12 نمیریم هندسه تو 12 نمیریم ولی اینجا تو 12 میریم تابع 4-25 مثلثات 3-19 حد و مشتق 3-20 اینو دریاب این کاری که باید بکنیم البته ما ممکنه تو هندسه گسسته هم برای بعضی از دوستان وارد هندسه و گسسته هم بشن پس این هم حواست باشه ممکن است وارد هندسه گسسته هم بشن اون یه بنا به افراد مختلف و شرط مختلف حالا یه سوال آقا ما اگر عیدو از دست بدیم میتونیم بعد عید جبران کنیم ببین من بعد از عید آدم بیرحم و سنگدلی میشم و اگر کسی این حرف رو بزنه مجبورم بهش بگم چه فکر کردی با خودت از قدیم الایام اعلام میشد عید دوران طلایی نوروز دوران طلایی نوروز ببین خیلی مهم یکی از علل مهم بودنش میدونی چیه؟ اگه تو 6 صبح بیدار شدی و 14 ساعت درس خوندی یه چیزی رو تو سرت داشته باش مطمئن باش همون لحظه که 6 صبح بیداری شاید فقط 3% کنکوری های کل ایران بیدار اگر شما در این فرایند 31 روز فروردین پا به پای من جلو آمدی و مجموع هدف ما از اردو رو 420 ساعت مطالعه رو انجامش دادی مطمئن باش تو ایران فقط 2% آدم این کار رو انجام داده آقا من خیلی ناامیدم ببین الان اگر میخوای طرحی از مشاوره یخچالیان ثبت نام بکنی بهت توصیه میکنم فقط اردو رو ثبت نام کن نه دیگه الان وارد TNT شو نه دیگه الان وارد پروفشنال شو نه دیگه الان با اسمارت که خیلی وقت بستیمش دیگه الان بهترین زمان و بهترین فرصت برای ورود به طرح فقط اردو آقا اگه نیام نشه چی؟ من بهت قول میدم اگر واقعا حرف پوش بدی پا به پا جلو بیای شده و اون دانش آموزی که خفن هستی حواست باشه نمیدونم آمار داری از فارغا یا نه اگر تو تجربه کنکور داشته باشی فارغ التحصیل زیر 6-7 هزار زیر 10 هزار باشی میدونی
میتونستی پارسا زیر 1000 بشی، ولی چی شد؟ شدی 8000، 7000، 6000، 5000، 4000، 9000. دوران بعد از عید تو از دست دادی. بعد از عید میشه از 2 فروردین تا اردیبهشت. نذار این اتفاق دوباره امسال واسه تکرار بشه، که متاسفانه ما این موضوع رو واسه خیلی ها میبینیم و هست که یه اشتباهی سال قبل مرتکب شده، دوباره همون اشتباه هم داره امسال مرتکب میشه. من به فارغ التحصیل اکیداً توصیه میکنم یا اردوی حضوری یا آنلاین رو سعی کن شرکت کن، یا اردوی حضوری یا اردوی آنلاین رو سعی کن شرکت کن، چون خیلی این بازه مهمیه. هر چقدر از اهمیت این بازه برات بگم کم گفتم. اگه فارغی که زیر 10000 باشه حرف منو خوب درک میکنی، اگه بالای 10000 باشه شاید کمتر به این مسئله توجه بکنی. یه روزای آدم میخواد، برنامه داره، شرایط فراهمه، مکان فراهمه، ولی نمیشه. ای دقیقا اون روزهاییه که ولی نمیشه. این اتفاق واقعا تو عید میفته، ولی نمیشه. هر کاری میکنیم نمیشه، خیلی سخت. تلویزیون برنامه داره، اعضای خانواده دوره همن، بالاخره مهمون نمیشه که یه خونه در بشه گل بگیرن، یه نفرم بره بیادتم. یا اگه میگن آقا ما اصلا هیچ رفت آمدی نداریم، خب اون خونه غم گرفته است، هیچ رفت آمدی. نه بابا با خواهرم میرم مسافرت، من و مامانم میمونیم. تجربه کردیم ما، نمیخونیم. بعد عید میشه نمیخونیم. ببین همین الان ما یک ساعت نمی دارم بریم صحبت میکنیم. یقین دارم تو امروز سه امروز که کارگاه زود بوده، همون میشه تا شب و عالی میخونی. اینو من یقین دارم. فردا شنبه یه شنبرم عالی، دو شنبه شاید شلشی. چرا؟ چون تو در بازه های حساس نیاز به تزریق روحیه، انگیزه، حس خوب، حال خوب. ببین من دارم از دل خودت حرف میزنم، میدونم چه مسائلی رخ میده. من خودم از عید بخوام بگم داوطلب داشتیم عید، در واقع هفته فروردین هم گفتم ندی، پس در واقع هفته فروردین هم نداشته باش. از اولیای محترمم خواهشمندم که کاری با آزمون هفته فروردین نداشته باشه، نذارم بچه اون وسط عید اصلا اعصاب روانش فهمه، بذارن روندش در دوران روز سعودی سعودی باشه. خیلی آرام داشتیم، شاید تو هم سال قبل اینجوری بودی، 5 روزشو 14 ساعت درس می‌خونی، یهو 3-4 روزشو نه. و این وقفه هایی که میفته نابودت میکنه، این وقفه هایی که میفته به ضرر میزنه. اینو جدیش بگیر. امیدوارم واقعا با همت هم دیگه، کنار هم، دست به دست هم، این اتفاق خوبه رو با هم بسازیم، این اتفاق خوبه رو با هم بسازی. مبادا جز اون دسته باشی که بگی الانم اردو آنلاین میرم، نکنه در خودم نبینم که نخونم، پس به پدر مادرم اصلا نگم. 1,000,000 تومان هیچ جای زندگیش پدر مادری نیست، هیچ جای زندگیش، و حاضر واسه هر کاری بکنه. ولی تو احتمالاً خودت میترسی. شما یه کلاس ثبت نام میکنی، دو تا کلاس ثبت نام میکنی، 1,000,000 بعد جزوه بخری فقط. غیر از اینه 3 تا کلاس ثبت نام می‌کنی، حداقلش 1,000,000 جزوه شده، کتاب شده، هزینه‌ای نیست. ما انقدر پایین گذاشیم. اردو با 30 تا کارگاه اگر جایی برگزار کنن زیر 3-4 میلیون تومان قیمت نمی‌ذارن، با 30 تا کارگاه. نه این جوجه موجه دانشجوها، اینا رو نمیگم، چون واسه خرج دانشجو، یعنی دانشجو ترم 1 ترم 2 ناچاره، البته به اونم احترام می‌ذاریم، اونم بالاخره شاید نمی‌خواد دست چلو پدر مادرش درس کنه، از دستش نده ایدو. این دیگه آخرین توصیه دوستانه منه بهت، لجبازی نکن. نه من خودم میدونم، میدونی که پس چرا مشاور گیری؟ شما دکتر میری بهت میگه این دار رو بگیر، گوش نمیکنی حرفشو؟ پس اینجا هم گوش کن حرفو. وقتی داریم بهت این همه از اید تاکید میکنیم و تعریف میکنیم که میتونه بهت کمک بکنه، به شرط اینکه پا به پا بیای جلو. اون آدمی که نمیخواد بخونه، نه اینکه نخونده، نمیخواد بخونه، اردو هم بیاد بازم نمیخونه، بازم ما رو اذیت میکنه. این نمیخوای بخونی که هیچ. اگر نمیخوای بخونی از 27 برو تعطیلات و سفر و تفریح و اینا قشنگ تا شب کن.
چون تو تجربه میدونی بالای 20,000 هیچ فرقی با هم نداره، 30,000 باشی، 80,000 باشی یا 90,000 باشی، تو انسانی بالای 5,000-6,000 فرقی نمیکنه چند میخوای باشی، تو ریاضی بالای 7,000-8,000 دیگه فرقی نمیکنه. لازم من میگم تو ریاضی حتی اگه نفس صفر باشه الان میتونه به زیر 1,000 برسه، تو انسانی حتی اگر کسی صفر باشه میتونه به زیر 200-300 برسه، و تو تجربی حتی اگر کسی صفر باشه میتونه به زیر 3,000 برسه. و دیگه این حرفو من نمیتونم در کارگاه بعدی جمعه هامون تکرار کنم و بهتون درستش کنم. دمت گرم، من هواتو دارم. ببین بارها و بارها به تاکید کردم وقتی میگم مثلا این نتایجو دارم، نتایج از تو به دست میاد، نتایج از تو به دست میاد، و من همه هیجان کارم اینه که روز اعلام نتیجه بشه به پدر مادر رو زنگ بزنم و حال کنم و ویدیو بگیرم و خاطره بسازی. امیدوارم تو هم بیای با هم خاطره بسازیم. چت رو باز کن. یازدهمیا رو چی کار میکنیم؟ یازدهمیا رو هم یازدهم میذاریم هم یه سری از مباحث ده، هم یازدهم میذاریم هم یه سری از مباحث ده. دپرسم، ناراحتم بچه ها، از اینایی که میدونم عیده دارن خراب میکنن، یقین دارم با نیمدن به اردو عیده میزن. آقا قول میدیم خوب بخونیم، میدونم تجربه است، همیشه نباید همه چیز تجربه کرد. امیدوارم خیلی پر انرژی شالا دو فروردین تک تکتون رو ببینم. آخرش قشنگه، مطمئنم آخرش خوب تموم میشه و به اتفاقای خوبی با هم پایین میشه، اینو یقین دارم. راجع به این سوالی که میپرسین زنگ بزنید پشتیبانی 0-21-91-20-80-20، یقین داریم آخرش قشنگ میشه. اون دوستانی که دیگه نمیبینمشون، امیدوارم 401 سال خوبی براشون باشه، امیدوارم 401 سال خوبی براشون باشه و سالی پر از آرامش، پر از اتفاقهای خوب و درجه یک. کدوم استادا میان اردو؟ ما هر استادی که انشالله سفر نباشن و ایران تشریف داشته باشن، انشالله در اردوی نوروزی در خدمتشون خواهیم بود. هر سال استوریا رو چک کن، برو دوتا هایلایت آخر من استوریا رو چک کن. اردوی آنلاین فقط 0-21-91-20-80-20. پروفشنال نیا، خودم دارم میگم الان دیگه پروفشنال نیا، الان اردو واجب‌تر از پروفشناله، خودم دارم اینو بهت میگم. با اینکه پروفشنال هم 3 میلیون تومنه، اردو 1 میلیون تومنه، اردو برات واجب‌تره، اردو برات واجب‌تره، اینو دارم بهت تاکید میکنم. خدا نگهدار تک تکتون. از اولیای محترم که امروز در خدمتشون بودیم تشکر میکنم. ایشالا بهترین ها رقم بخوره واسه همستان. خدا نگهدار. ما که کم نخوردیم از آدمای ناجور، همه خوبن از دور.